ترور فخریزاده و اقدامات نظامی امنیتی مشابه علیه جمهوری اسلامی به این نظام ضربه میزند یا آن را تقویت میکند؟ چرا ماکیاولی که نظریه پرداز رعب در ادبیات سیاسی است در این باره حرف زیاد دارد؟ سلام. پس از ترور محسن فخریزاده مشخص شد که جمهوری اسلامی، نظامی که از سوریه تا یمن و دیگر کشورهای منطقه عمق استراتژیک دارد، در این حال دارای حفره‌های امنیتی جدی است، به حدی که میتوان گفت دشمنان جمهوری اسلامی در قلب آن عمق استراتژیک دارند. در غیر این صورت چگونه میتوان ترور کسی که در قلب سازوکار هسته‌ای جمهوری اسلامی بود را توضیح داد؟ توضیحات مقامات مختلف در مورد چرایی آن ترور که گاه به فیلم‌های تخیلی شباهت دارد برای پنهان کردن همین واقعیت است، اینکه نظامی که رعب می‌آفریند در مقابل خصم خود تا این حد ضعیف است. واضح شدن این یافته نزد افکار عمومی برای جمهوری اسلامی چه پیامدهایی دارد؟ نظامی که در مخالفان سیاسی داخل و حتی خارج کشور رعب می‌آفریند چگونه می‌تواند مانع از فروریزی اقتدار خود شود؟ مگر نه اینکه به گفته نیکولو ماکیاولی، نظریه پرداز سیاسی، آنچه مهمتر از داشتن اقتدار است دادن تصویری مقتدر از خود است، به نحوی که در میان دشمنان ترس بیافریند. از سوی دیگر ترورهای دانشمندان هسته‌ای و انفجار در تأسیسات هسته‌ای آشکارگی دوباره این واقعیت نیست که جمهوری اسلامی در محاصره دشمنان و درگیر جنگی بی‌وقفه و مخفی با آنان است، و این همون چیزی نیست که رهبر جمهوری اسلامی مرتب تکرار کرده. از مهمان‌های این هفته می‌پرسیم ترورها و انفجارها و دیگر اقدامات امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی را تقویت می‌کند یا به آن ضربه می‌زند. جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی، میگوید فرو ریختن رعب جمهوری اسلامی این نظام را با بحرانی جدی مواجه میکند. اما پیمان عارف، او هم تحلیلگر سیاسی، میگوید چنین اقداماتی راه به جایی نمیبرد جز در نهایت تقویت جمهوری اسلامی، به ویژه جناح امنیتی آن. خیلی خوش آمدید آقای برزگر. چون بگو بر چه مبنایی این تحلیل رو میدی که این ماجراها اقتدار جمهوری اسلامی رو فرو می‌ریزه؟ خب از دو زاویه به طور مشخص میشه این رو بررسی کرد و استدلال کرد براش. یکی این هست که به هر حال شما وقتی که نیرویی که روش سرمایه گذاری شده سالها، به هر حال تجربه پیدا کرده، شناختی داره، کار کرده، میدونید به حلقه های پیرامون اون شکل گرفته، اون رو اگر از دست بدید خب یک فقدان هستش دیگه، یک آسیب، یک ضرر، کسی در این تردیدی نداره. شما مثلا فرض کنید که همین الان به کشته شدن قاسم سلیمانی خب خلایی رو به وجود آورده که جانشین و قانی هرگز نتونسته پرش بکنه، یعنی اصلا به دلیل جایگاهی که برای او ساخته بودن در افکار عمومی، روابطی که در با نیروهای منطقه داشت و و و و هیچ کدوم اینها در واقع الان دیگه وجود نداره. خب یا مثلا فرض کنید که آقای فخریزاده با تمام در واقع سابقه‌ای که در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی داشته، اینها خب اگر نباشن طبیعتاً شما نیروهای کارآمد خودتون رو که سالها روی اونها سرمایه گذاری کردید از دست دادید. در همه ترورها همین بود، از آغاز جمهوری اسلامی به این سو. خب مثلا فرض کنید اگر رئیس جمهوری، نخست وزیری که رئیس قوه قضاییه مثلا ترور شدن، اینا خب اینا همشون ضربه بوده دیگه، هیچ کدوم عملا موجب تقویت نمیشه. این یک بحث است. بحث دوم پیامدهای این هست، یعنی یکی در داخل مجموعه هستش که به این شکل کار کردم از دست دادن این روز، و یکی هم بعد روانیش هست که هم در داخل مجموعه و هم در بیرون در واقع تأثیر گذاشته. نظرکار عمومی. بله، همون بحثی که خود شما اشاره کردید به نقل از ماکیاولی. ببینید به هر حال چیزی که جمهوری اسلامی سعی کرده در این چهار دهه ایجاد بکنه از طریق سرکوب، کشتار، اعدام، زندانی کردن،
به تبعید فرستادن نیروهای منتقد و مخالف خودش این بوده که به گفته خودشون دستگاه‌های اطلاعاتی بر هر تحرکی اشراف دارند و گر بر سر خاشاکی که پشه به جنبد جنبیدن آن پشه ایان در نظر ماست. سعی کردن این تصویر رو جا بیندازن. این ترورها، این انفجارها و همه این اقدامات نشون میده که این گونه نیست و این رو ما امروز علناً و آشکارا میبینیم. یعنی صدایی است که امروز که کاملا شنیده میشه در فرض کنید مثلا شبکه‌های اجتماعی کسانی که میان با زبان خودمونی و محاوره می نویسن میگن که این در واقع دستگاه امنیتی لات کوچه خلوته، یعنی در جایی که کسی نیست، رقیبی نیست، میتونه بیاد در واقع نفس کش به طلب رجز بخونه و اقدام بکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد مثلا فرض کنید که با جوان دانشجو، با روزنامه‌نگار، با جوان معترض، با کارگری که برای خواسته های صنفی خودش اعتراض میکنه، با زنی که برای به دست آوردن حقوق خودش داره تلاش میکنه، مبارزه میکنه، با اونها میجنگ، اونها رو میگیره یا میکشه یا زندانی میکنه یا میبره ازشون اعتراف اجباری میگیره توی تلویزیون پخش میکنه، با اینهاست. ولی اگر قرار بشه بیاد با نیروی مشابه خودش، مثلا سرویس جاسوسی خارجی، مثلا فرض کنید موساد که متهم به دست داشتن در این ترورها و انفجارها هستش، در اونجا میبینید که حرفی برای گفتن عملا نداره و این چیزی است که مردم امروز میبینن و این پرده است که میفته. یعنی علارغم اون همه ادعایی که میشه، این فرو میریزه و این اقتدار فرو میریزه. این بسیار بسیار اهمیت داره. در ادامه بحث من بهش اشاره خواهم کرد که چرا این موضوع اهمیت داره و نمونه های تاریخیش رو هم میشه ذکر کرد. خود مقامات جمهوری اسلامی هم کاملا آگاه هستن از این وضعیت، برای همین مدام تلاش کردند که بعد از اینکه این اتفاق افتاد به نوعی این رو ترمیم میکنن، برای اینکه این مسئله فقط نه تنها در بین افکار عمومی در سطح جامعه و فعالان باستاب داره، بلکه ضربه هست که به خود نیروهای امنیتی هم وارد میشه و اونها رو در واقع گیج و متزلزل میکنه. یعنی این اعتماد به این دستگاه از بین میره. هر مقامی در جمهوری اسلامی نگران خواهد بود که نکنه نفر بعدی او باشه. به این فکر میکنه که اگر زنده است پس به این دلیلی که طرف مقابل نخواسته الان اقدامی بکنه، بلکه طرف خودی ها قوی هست. اگر بخواد اونا میتونن، یعنی این ممکنه نتونه اون دستگاه، من با اون کاری ندارم، ولی مهم ایجاد این ذهنیت هست. و میبینید که در چند روز اول تا چه اندازه در واقع سراسیمه و در واقع پریشان احوال بودن و چقدر اظهارات ضد و نقیض مطرح میشد برای اینکه بتونن در واقع تا حدودی از شدت این ضربه و پیامدهای اون کم کنن. آقای عارف، شما چرا فکر میکنید چنین نیست؟ در حق واقع ببین، اتفاقی که به یمان من در مورد ترور فخری زاده یا سلیمانی، هر یک از این ترورها میفته، تعریفی نداره جز اونچه که ما در حقوق بین الملل بهش میگیم استیت ترور، یک ترور دولتی. یعنی یک دولتی میاد و یک تروری رو در راستای منافع، خواستها و مطلوبیت‌های خودش انجام میده. ترور دولتی رفتاری است که بین بازیگران روابط بین الملل اتفاق میفته، یعنی بین دولت‌ها داره اتفاق میفته و در محیط بین المللی. در محیط بین المللی بازیگران شهروندان نیستند، بازیگران دولت ها هستند و رفتاری است که بین دولت ها و در راستای منافع اونها فی الواقع داره اتفاق میفته. اما در مورد پیامدها، یک اتفاقی در محیط بین المللی میفته، آیا این لزوما انعکاسی در محیط داخل خواهد داشت؟ یعنی رخدادی که بین بازیگران بین المللی صورت میگیره بر مبنای منافع اونها، مهار بازیگر مقابل، ایران یک بازیگر، اینجا اسرائیل یک بازیگره، بین اینها یک اتفاقی در محیط بین المللی میفته، آیا این باعث تضعیف بازیگری به نام ایران در محیط داخل هم خواهد شد؟ سوال دو، اگر این ترورها قرار بود که این بازیگر رو تضعیف بکنه، آیا پرشدت‌تر از اینها رو این بازیگر در خرداد 60، خرداد تا شهریور 60، مهر 60 پشت سر نگذاشته؟ در سال 60 آیا باعث تضعیف این رژیم شد یا اینکه باعث شد که توحش عریان‌تری رو ما از این رژیم ببینیم و اینکه این چهره هایی در سال 60 از دست داد، حالا فی المجموع مثل بهشتی و غیره و غیره، مجموعه بله، انفجارها، حزب جمهوری، ریاست جمهوری، غیره، آیا باعث این نشد که اسدالله لاجوردی ها
نقطه ثقل ساختار بشن، ساختار امنیتی بشن؟ آیا باعث رفتار هرچه تندتر در محیط داخل نشد؟ سوال مهمیه به نظر من که بایستی بهش پاسخ داده بشه. نکته دیگر، در محیط بین المللی این اتفاق میفته، مطلوبیت محیط بین المللی که دموکراسی برای شهروندان نیست، مطلوبیت ها در محیط بین الملل در واقع بر مبنای منافع بازیگران داره رقم میخوره. آیا کنشی که مبتنی هست بر منافع دولت اسرائیل علیه منافع دولت ایران، آیا این ترورها باعث میشود که بر مبنای مؤلفه های دموکراسی و حقوق بشر گشایشی صورت بگیره؟ من گمان میکنم خیر. و اگر تازه این تضعیف منتهی به یک تحولی هم بشود، تحولی که با ترور صورت میگیره، با خشونت صورت میگیره، گذاری که در واقع استارتش رو با خشونت بزنیم، به ویژه خشونت تروریستی دولتی که از محیط بین الملل شکل گرفته و میخواد انعکاس در محیط داخل پیدا بکنه، این به چه درد من خواهد خورد؟ از دل این چه گذاری در خواهد؟ گذار از در میاد چه بسا، ولی گذار به، گذار به چه؟ ما آیا گذار از برامون کافیست؟ گذار به رو چه خواهیم کرد؟ به چه چیزی میخواهیم برسیم؟ فروپاشی کشور، شورش‌های کور، ایجاد وضعیتی که 10 سال اخیر مثلا در لیبی شاهدش بودیم، بسیاری از سرنوشت، بسیاری از انقلاب‌های بهار عربی در واقع بهش منتهی شد. به دنبال چه هستیم؟ من نگاهم، جمله آخر، اتیتیود من، اون نقطه عزیمت من در این بحث، اپوزیسیون ساختار سیاسی و نه اپوزیسیون کشور بودن هست. به دنبال در واقع تضعیف کشور نباشیم، به دنبال تحولات دموکراتیک باشیم. آقای برزگر، خیلی جالبه، حتی خود مقامات جمهوری اسلامی این تصویر رو که شما از بقای سال 60، خرداد 60 تا مهر 60 میدید، خود اونها نمیدن. به عنوان مثال، مهدوی کنی در همون زمان که در وزارت کشور بود، اومد خواهش کرد، اومد استدلال کرد که بابا اینا میان بازم، یعنی مجاهدین خلق، بازم خشونت میکنن، میزنن، اینا رو ما اینطوری حزم نکنیم، نزنیم، به این اجازه بدیم اینا هم وارد بازی بشن، که اجازه ندادن. یعنی اینا همه اون احزاب، جریان های سیاسی تلاش کردند که به نوعی بازی کنن. حالا ما الان موضوع بحث ما نیست، ولی اینطوری نبود که فی نفس اونها فلبداها آغازگر خوشنگ بودن. آقای برزگر، آقای برزگر اونجور که ایشون میگه ترورهای سال 60 و این سو اون سوی سال 60 جمهوری اسلامی رو تقویت نکرد، تضعیفش کرد، این اصل بحثه. نه درسته، خب نه، منتها ایشون آخه چیزای دیگه بهش اضافه کرد. بله، روی این در مورد این که در اون زمان به هر حال باعث این شد که این انسدادی که به هر حال من فکر میکنم ذاتی جمهوری اسلامی بود، فرقی نمیکرد، فقط سرعت پیدا کرد. ببینید، از روز اول این انحصار طلبی وجود داشت در هر زمینه‌ای که نگاه میکنید، ترورها تسریع کرد، فقط اون خشونت ها که خودشون هم در واقع عاملش بودن، مروجش بودن، تسریع کرد. خب امروز فرق کرده، در اون زمان آقای خمینی بود، انقلابی بود، تازه نفس بود. جنگ شروع شده بود، اساساً شرایط فرق می‌کرد. الان جمهوری اسلامی در موقعیتی به مراتب ضعیف‌تر هستش. در همون سال 60 بعد از اون اتفاقات، اگر دوباره رفراندوم جمهوری اسلامی برگزار می‌شد، احتمالاً نتیجه‌اش خیلی تفاوت چشمگیری با سال 58 نمی‌کرد. ولی امروز اگر رفراندومی برگزار بشه، قطعاً نتیجه‌اش بسیار بسیار متفاوت خواهد بود. خب بذارید، به همین دلیل نمی‌شه این مقایسه کرد. سوال اینه، ما از دل یک موج خشونت میخواییم بریم به صندوق رای سال 58؟ از نه ببینید، آخه شما یه طوری میگین انگار که سال دارن مروج ترور هستن. بحث این نیست، یه کسی اومده یه ترور کرده. سوال ایشون این بود که این باعث تضعیف میشه یا تقویت؟ من میگیم باعث تضعیف میشه، و این که ما میگیم این کارا خوبه، آخه فرق میکنه. بسیار. دکتر بختیار یک تعبیر دقیقی داشت وسط انقلاب، میگفت آقا من مخالفتی با تحول ندارم،
ولی یک اکثریت خاموشی وجود داره که این در یک فضای آرام میتونه که اعمال اراده بکنه. در موج خشونت عرض من این است که هیچ تحول دموکراتیک مبتنی بر در واقع رأی و خواست جمهور مردم، جمهور ملت شکل نمیگیره. شما میتوانید آقای عارف، سوال این نیست که چنین ترورهایی کمک میکنه به دموکراسی یا نه. بله. سوال اینه که چنین ترورهایی، چنین اقدامات امنیتی مثل انفجار در نطنز، اینها جمهوری اسلامی رو تضعیف میکنه یا تقویت میکنه؟ فارغ از اینکه به گذار به چه چیز میانجامه، این رو بذارید. خیلی مشخص توضیح دادم. جمهوری اسلامی رو اگر هم تضعیف بکنه در مقابل سایر بازیگران روابط بین الملل در حوزه و در محیط بین المللی تضعیف در داخل کشور نمی‌کنه. در داخل کشور تضعیف نمی‌کنه. فکر نمی‌کنید در افکار عمومی رعبی که جمهوری اسلامی و اون تصویر مقتدری که داره رو فرو می‌ریزه؟ شما می‌توانید که در بین افکار عمومی، مثلا در فضای مجازی ایرانی فارسی، من می‌بینم یک جور دل خنک شدن بعضن که اگر فی‌المثل تو در آبان 98 آنچنان کشتی، یکی هم پیدا میشه فی‌المثل دست بالای دست بسیار است. ولی فراتر از این خیر، برای اینکه این باید به یک اکت تبدیل بشه، به یک کنش تبدیل بشه، کنش ضد ساختار تبدیل بشه، اون ایجنسی از دل این شکل نمیگیره. عملیات فرد ایرانی، عملیات فردی و فراتر از عملیات فردی، در واقع حیث التفاتی عملیات‌های فردی که یک عملیات جمعی و یک کنش جمعی رو به تعبیر پیر بوردیو شکل بده، اون عملیات جمعی رو در واقع ما از دل این نمیتونیم به گمان من در آقای برزگر، ما دیدیم در شبکه‌های اجتماعی کسانی که گفتن که ما اگر نمیتونیم اسرائیل که میتونه. آیا معنیش همین چیزی نیست که آقای عارف میگه که ما هم عقب بشینیم، ما هم ناتوان باشیم، یک دست مقتدری هست که از بیرون میاد چنین میکنه و این عملیات کش نیست؟ یعنی انسان ایرانی رو در معطلی و در حالتی که چشم امید به بیرون داشته باشه قرار نمیده؟ نه، مطلقاً قرار نمیده. ببینید مشکل چیه؟ مشکل در این در واقع تصویری است که آقای پیمان و دوستان اصلاح طلب ایشون در جمهوری اسلامی ارائه میکنن و مبتنی بر اون در واقع حاکمیت دوگانه است که از دوم خرداد به این بر در واقع سعی کردن شرایط رو با اون توصیف کنن و تحلیل بکنن که اگر در زمانی هم قدرت تبیین رو داشت، الان سالهاست که این قدرت رو به طور کامل از دست داده. من اگر از یک زاویه دیگه این نگاه بکنیم میبینیم که اینجور نخواهد. ببینید من بارها اینو گفتم، از سال 96 گفتم، نوشتم که ما امروز دو تا اردوگاه متفاوت داریم. یک اردوگاه اردوگاهی هستش که طیف متنوعی رو در بر میگیره، ولی نقطه مشترکشون، فصل مشترکشون اینه که بقای جمهوری اسلامی در حال حاضر نفعش بیشتره برای ایران. مثلا حالا اینا یک کسانی هستن که یا مدافع خود جمهوری اسلامی هستن، مثل حاکمان فعلی آیت الله خامنه ای، سپاه پاسداران، همه ای طیف های، یا کسانی هستند که مثلا فرض کنید نیروهای ملی مذهبی، نهضت آزادی، طیفی از نیروهایی که خودشونو ملی اعلام میکنن، اینها در واقع چون سرنوشت ایران رو به سرنوشت جمهوری اسلامی یکی زدن و این دو رو یکسان فرض میکنن، برخلاف این حقیقت تاریخی که حکومت ها آمدن و رفتن، ولی نظام های سیاسی آمدن و رفتن، ولی سرزمین و کشور بر جا مونده. خب حالا در این مورد خاص معلوم نیست چرا اینجوری میشه. به هر حال فصل مشترک اینها اینه، استدلالشون اینه که بقای رفتن جمهوری اسلامی در حال حاضر خطرش و زیانش برای ایران بیشتر، و به همین دلیل چنین ترورها و اقدامات امنیتی رو اردوگاه مقابل کسانی هستن که معتقدند که در واقع بقای جمهوری اسلامی، هر لحظه تداوم جمهوری اسلامی، زیانش برای ایران و ایرانی بیشتر از هر چیز دیگر است. اینها هم طیف متنوعی هستند. از کسانی که خواستار گذار دموکراتیک، مسالمت آمیز از طریق رفراندوم تا اقدامات مسلحانه تا مداخله خارجی. ولی فصل مشترکشون اینه. خب ببینید مشکلی که شما در استدلالتون دارید، چون مبتنی بر اون در اون اردوگاه اولی هستید، شما
بحثی که دارید میکنید این هستش که اگر الان این اقدامه که موضوع بحث ما واقعا این نبود به نظرم، ولی اگر حالا به هر حال شما به اونجا کشوندید، اگر این اقدامات اینجوری بشه خشونت میشه، ولی هیچ وقت جواب نمیدید خشونت رو کی انجام میده. ببینید این بحثی که میکردید زمانی همین چند سال پیش که سوریهی شدن ایران، این بحث رو مگه نمی کردید؟ ولی هیچ وقت توضیح نمی دادید که در سوریه کی شرایط رو سوریه کرد؟ جز بشار اسد شما یه لحظه فقط، یعنی در جمهوری اسلامی در واقع اصلاح طلبا این رو میگن، ولی فقط روشون نمیشه سریع بگن که بابا مردم اگه اعتراض کنید حکومت میاد با خشونت شما رو سرکوب میکنه، و اگر شما بخواید از خودتون اون وقت دفاع بکنید میشه سوریه. آقای برزگر بزرگتر ما هستن پیش کس وقتا من حرف شما قطع نمی کنم، بعد خودمون عادلانه تر تقسیم بکنیم وقت رو. ببینید من فضا رو آنچنان سیاه و سفید نمی‌بینم، این است و آن، این اردوگاه و آن اردوگاه، به اون در واقع تضادهای آنتاگونیستی قائل نیستم حقیقتاً. یک طیف خاکستری هست و اون چیزی که شما میگید در واقع اینها گمان می‌کنن که الان ایران و سرنوشت جمهوری اسلامی یکسان هست، خیر، ما واقعاً این لیبل اصلاح طلبی که در واقع میزنید و بعد استدلالتون رو روی اون میچینید رو هم واقعا شگفت انگیزه به گمان من. اما من و اون اردوگاه فکری که در واقع من هم از اون گفتار دارم دفاع میکنم، ما خواستار این هستیم که جمهوری اسلامی گذار ازش صورت بگیرد، اما پرسشی که ما داریم یا دغدغه‌ای که ما داریم با توجه به اون نگاه ملی این است که چگونه این گذار میخواد صورت بگیره، نه به هر قیمتی. ببین نگاهی که شما دارید ازش دفاع میکنه آقای برزگر، این گذار رو به هر قیمت، یا دست کم برداشت من این است که میخواد که انجام بده، من میگویم که نه، ما یک بار این گذار رو به هر قیمت صورت دادیم، یعنی چشام رو بستیم، گفت حتی ملی ترین نیروها آقای دکتر سنجابی جبهه ملی، آقا تحت هر کی بیاد بهتر از شاه خواهد بود. الان ما دوباره این اشتباه رو نکنیم که هر کی میاد بهتر از شاه خواهد بود. با ترور دولتی، با تروری که در واقع محیط بین الملل برای تضعیف ایران اتفاق میفته، بله، ما به گذار نمیرسیم. خب اجازه بدید بحث آقای برزگر، اجازه بدید بحث رو دوباره برگردیم به اون سوال اصلی. این نیروی انسان، نیروی انسانی کشور در فردای پس از گذار هم ما این رو لازم داریم. حتی خب ببین اگر کسی تصور بتونه بکنه که مثلا قاسم سلیمانی سرمایه ایرانه، خب دیگه اساسا تو بین فخری زاده و سلیمانی یه تفاوتی هست. میدونم، ولی ما به هر حال دیگه همه اینا رو نیستش. من در مورد آقای فخری زاده هم توضیح میدم، همین الان توضیح میدم، به اونم اتفاقا میرسه. اگر کسی اینطوری فکر میکنه، خب من هم برمیگردم به اون نگاه، من میگم اینطوری نیستش. سلیمانی، شما از ترور دولتی حرف میزنید، خب نقش آقای سلیمانی و کسی که همراه او کشته شد از سال از اول دهه 1980 ابو مهندس تحت تعقیب بوده به خاطر ترورهایی که در کویت شروع کرده بود و در جای دیگه هم تحت تعقیب صدام بوده دیگه. به هر حال ولی نه ترور میکرده در کویت و اینها، نه ربطی به صدام، ترور دولتی نیست. میدونم آقای عارف، آقای برزگر اجازه بدید. نه اجازه بدید من میخوام یک سوالی بپرسم که دوباره شما رو برگردونه از صحبت‌های مربوط به اینکه کی چی بود به اون اصل مطلب. من در مقدمه هم گفتم آیا حوادث این چنینی آشکار نمی‌کنه اون چه که آیت الله خامنه‌ای میگه که ما در جنگ هستیم و این توان بسیجگری جمهوری اسلامی، حداقل بسیجگری در میان هواداران سفت و سختش رو بیشتر نمی‌کنه، برای اینکه جبهه می‌گیرن، صف می‌بندن، ما در جنگ هستیم، ببین در خیابان‌هامون ما رو آیا تشییع جنازه سلیمانی چنین نشان نداد که نه فقط در میان هوادارانش، بلکه من میشناسم، حرف میزدم، کسانی که اصلا هوادار جمهوری اسلامی نبودن رفتن تشییع جنازه سلیمانی، این توان بسیجگری جمهوری اسلامی رو افزایش نمیده؟ نه خیر نمیده. ببینید اولا در مورد حالا اقراق هایی که در مورد تشییع جنازه شد، تمام در واقع شما یک رسانه‌ای دارید که فقط یک نگاه رو ترجمه، کسی میتونست انتقاد بکنه نگاه دیگه ای رو بگه یا بیاد همون هم ببینید درست بعد از چند روز وقتی که ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافر برای پیش اومد، همه اونها فراموش شد و از یاد رفت. خب در مورد دیگران هم اتفاق نیفتاد. بس
بسیجگری هم نیستش. ما در مورد آقای فخری‌زاده ببینید وقتی که اتفاق میفته فشار افکار عمومی اونقدر سریع اونقدر میره بالا که پسرانش مجبور میشن بیان توی تلویزیون توضیح بدن که این هولدینگ سایدنا و این در واقع فعالیت‌های اقتصادی بزرگی که داشتن ربطی به پدرشون نداشته. من واقعا نمیدونم بفهمم چطوری ممکنه که هم سه فرزند او هم همسر او اینها در این هولدینگ‌های اقتصادی که از تکنولوژی و واردات انحصاری دوربین‌های مداربسته شروع می‌شده تا کشت و صنعت ربطی به ایشون نداشته. اومدن به ایشون گفتن دکتر دانشمند هستی، شما به من بگید دکتراشو از کجا گرفته؟ ایشون سرتیپ سپاه بوده، شما میگید با قاسم سلیمانی فرق داره، کارشناسی ارشد داشته. این دکترا، این دانشمند بودن هستی ایشون از کجا اومده جز پروپاگاندای حکومتی؟ مقاله ای داشته سپاه نمیتونه من تصور نیست که کسی کار علمی بشه. نه من میگم دکتراش از کجا اومده. ولی شما چقدر فرق میکنه در ماجرا؟ فرقش اینه که ما اطلاعاتی رو که به ما میدن ما خیلی نمیتونیم بهش اتکا بکنیم. همه اینها وقتی که میرید وارد جزئیاتش میشید میبینید که با واقعیت موجود تفاوت‌های چشمگیری داره. چیزی که ما میتونیم بهش اتکا کنیم اینه که ما میدونیم یک مهره کلیدی در برنامه هستی ایران بوده و اون وقت بر اساس اون میپرسیم که آیا از بین بردن، آیا از میان برداشتن این چهره ها توان بسیجگری جمهوری اسلامی رو افزایش نمیده، حداقل این رو آشکار نمیکنه که آیت الله خامنه ای وقتی میگه دشمن دشمن یه چیزی توش هست دیگه. چون خودتو بذار جای کسی که حدی از سمپاتی با این گفته آیت الله خامنه ای داره در ذهن اون قرار بده، چیه؟ به چه نتیجه میرسی؟ من ببینید کی این رو شروع کرده؟ کی خواستار محو اسرائیل شده؟ اسرائیل اومده خواستار محو ایران شده؟ این جمهوری اسلامی بوده که از روز اول خودش حالا با آمریکا ستیزی، با اسرائیل ستیزی، اینها در واقع استوانه ها و عمودهای خیمه جمهوری اسلامی، اینها استوانه های سیاست خارجی جمهوری اسلامیه. این دشمنی از اینجا شروع شده. خب طبیعیه که اون طرف مقابل هم میاد میجنگه، منافع خودش رو میخواد. جمهوری اسلامی به هیچ روی من مدافع سیاست یا استراتژی نابودسازی اسرائیلش که نیستم. اصلا یکی از در واقع پاشنه آشیل من توی مقاله چند سال پیش مفصل این رو توضیح دادم، پاشنه آشیل سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی اسرائیل محور و در واقع ضد اسرائیل. از این بحث بگذریم، اما از این بحث که بگذریم، جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل کاری که کرده بیش از سیاست اعلانی در سیاست اعمالی اتفاق زیادی نیفتاده، بیش از آن که عمل بکنه حرف زده و اتفاقا حرفایی هم که زده به نفع اسرائیل هم تمام شده. مثلا احمدی نژاد آمد یک کنگره جهان برگردیم به اصل بحث. آقای عارف، آیا چنین مهرهایی از سرمایه های نظام جمهوری اسلامی نیستن، فارغ از اینکه سرمایه های ایران هستن یا نیستن، اون بحث رو بگذاریم کنار، آیا از دست دادن این سرمایه ها خودش مایه تضعیفش نمیشه؟ برای اینکه شما چقدر باید زحمت بکشی که جای فخری زاده رو پر کنی، جای سلیمانی رو پر کنی؟ در چه حوزه؟ ببین دقیقاً این کسانی که قربانی ترور دولتی هستن، کسانی هستن که چه سلیمانی چه فخری زاده، حالا با همه تفاوت‌هاشون، اینها کسانی هستن که کنششون معطوف به سیاست خارجی اتفاقا، کنششون معطوف به محیط بین‌المللی هست و ترور اینها هم هدفگیری قدرت ملی ایران هست در حق واقع، نه هدفگیری قدرت رژیم در داخل. شما اگر آیا منظور آیا شما اینه که کسانی که یا دستگاه‌هایی که یا دولت‌هایی که فخری زاده و امثال هم رو از سر راه برمی‌دارن، اینها با ایران مسئله دارن و نه با جمهوری اسلامی؟ هدف اینها جمهوری اسلامی نیست، این ترورها. اگر کسی می‌خواست که فی‌المثل به دموکراسی و حقوق بشر در ایران کمک بکنه، چرا نمیره طائب رو فی‌المثل بزنه؟ مگر ما در حال حاضر چهره امنیتی تر و سرکوبگرتر یا بقیه سایر چهره های سرکوبگری که کنششون معطوف به داخله،
نه فخری زاده نه سلیمانی کنششون معطوف به داخل نبوده. بله. خب ظاهرا شما پس با اصل ماجرا یعنی ترور مشکل ندارید، با مساقاش مشکل دارید. نخیر، من با اون مشکل رو بزنید نداره. حالا بگذاریم. از اون پس که مناقشه در مسئله مناقشه. چرا هست؟ اتفاقا در مسئله مناقشه است. ببینید این حکومت عملا مثل یک گنگه، مثل یک در واقع بانده، مثل یک سازمان مافیاییه، مثل یک گروه انقلابیه که می اومد احکام انقلاب در واقع اعلام انقلابی صادر می‌کرد. میخوام بگم که اگر ترور دولتی شما ازش صحبت می‌کنید، جمهوری اسلامی در داخل کشور شهروندان خودش را هدف ترور دولتی قرار میده. شما به اعتراض ندارید. آقای برزگر، آقای شما منظور اینه که یه دولتی چنین میکنه، دولت دیگه ای دستگاه دیگه از بیرون میتونه بیاد مهرشو بزنه؟ نه توجیه اخلاقی داستان نیست، این در واقع ریال پلیتیک، این واقعیت موجود هستش. همونطور که جمهوری اسلامی هم میکنه، همونطور که حتی کشورهای دوست هم از همدیگه هم جاسوسی میکنن، مثل اتفاقی که بین آمریکا و کشورهای اروپایی برملا شد و خب یک رسوایی شد که مثلا آمریکایی مثلا در آلمان نتیجه ای که از حرف شما میگیرم این است که کشتن یک چهره هسته‌ای کشوری از جانب کشور دیگه، از جانب دولت دیگه، این ادامه نرم‌های بین‌المللیه. چنین هست واقعا؟ نرم شما از نرم حرف میزنید، از پای اخلاق رو وسط میگید. من میگم دولت‌ها از هم جاسوسی می‌کنن. میگم این واقعیته، چه ما دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه محکوم بکنیم چه نه، همه هم میکنن. اینجوری نیست که فقط اسرائیل بکنه، همه میکنن. درسته منم تو توجیهش نمیکنم، من در اون جایگاه نیستم. اجازه بدید، اصلا ربطی من اساسا موضوع ما این نیست. ما که نمیگیم ترور خوبه، معلومه ترور بده در هر حالتش. بله. همونطور که اعدام بده در هر حالتش. اما این مسئله چه ربطی داره به ربط دادنش به در واقع سیاست داخلی، به دموکراسی؟ اینها اگر قرار باشه تحت عنوان اینکه رئال پلیتیک هست، ما این رو نرمال سازی بکنیم که خب از آدم کشی و جنگ و در واقع اینی که اتفاقاتی که از فلسطین تا نمیدونم سوریه تا لیبی تا هر کجایی که در جهان هستی جنگ و کشت و کشتار هست، که خب رئال پلیتیک دیگه، ما باید بگیم خب نرماله. آقای برزگر، تا 1920 یعنی تا کنفرانس صلح پاریس، تا روزی که وودرو ویلسون آمد و گفت که آقا بیایم یک نظم و نسخی به این جهان بدیم، یک نظم و نسخ حقوقی به این جهان بدیم، چنین آنچنان بود. یعنی کشورها اصلا به چه نتیجه میخواید برسید؟ خاک هم رو میگرفتن، جنگ میکردن. بله. و غیره. از 1920 بدین سوی در این 100 سال یک نظم و نسخی در جهان شکل گرفته به نام حقوق بین الملل. مهمترین اصل حقوق بین الملل در یک سال گذشته اصل عدم توسل به زور بین دولت ها هست. توسل به زور در محیط بین الملل تنها و تنها در دو حال مشروع هست: یک، در موضع دفاع، دو، توسل شورای امنیت سازمان ملل. هر من به اون هم در یک جمله برسم، توسل به زور بین دولت ها بر چه مبنا میتونه تأثیر بگذاره روی حرکت نیروهایی که تحول طلب هستن در این یا اون کشور؟ توسل به زور نامشروع. بله، توسل به زور نامشروع قدرت ملی کشور شما رو در اون محیط ممکنه ضعیف بکنه یا در مقام واکنش موقعیت فرادستانی ایجاد بکنه، اما انعکاسش در داخل باعث رویکرد امنیتی تر در داخل میشه، در حوزه سیاست داخلی، جایی که عرصه اعمال زور هست اتفاقا، که شکل قانون هم به خودش میگیره، عرصه هایرارشیک هست، یک امنیتی تر میکنه، توان اگر بسیج توده‌ای امکان پذیر باشه، توان بسیج توده‌ای رو رقم میزنه، همونطور که برای دولتی که برای اون دولتی که قربانیه این ترور دولتی. همینجا خواهش میکنم، همینجا کافیه. آقای برزگر، اون چه که در مجلس ایران در روزهای بعد از ترور آقای فخری زاده گذشت، یه مصداق کاملا بارز همین روند نبود که آقای عارف گفت؟ برای اینکه نیروهای تندرو بلافاصله اومدن گفتن که بیایم قید و بند بین‌المللی در مورد برنامه هسته ایران رو برداریم از
پای خودمون و از نظر اونها این یه نوعی حرکت انتقام جویانه هم بود، نشون میداد که ما هم میتونیم یک برگای برنده رو کنیم. این میتونه پیامدهای بسیار مخرب سیاسی داشته باشه، یعنی دولت کنونی ایران رو در شرایط فوق العاده ناگواری قرار بده. این سیاست چماق و هویج به شیوه جمهوری اسلامیه، یعنی میگه که هویجش اینه که ما شرارت میکنیم، چماقش اینه که بیشتر شرارت میکنیم. بنابراین اگر میخوای که ما این کارا رو نکنیم، دوباره از سر نگیریم، مصوبه مجلس میشه چماق، حرفای روحانی میشه هویج. که اوکی، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. نه ببینید، شما باید خروجی این رو ببینید. تمام این بحثا از همون آغاز مذاکرات هستی بوده، در همه چیزا بوده. یعنی این در واقع تقسیم بندی نیروهای جمهوری اسلامی به تندرو و میانه رو ما به ازای بیرونی نداره. این در واقع یکی هستن. چون ایشون میگن، مثال بزنم بهت، ایشون میگن که این باعث تقویت نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی میشه. نگاه درسته، مگر اینو نمیگه؟ خب من سوال من این هستش که اولا کسانی که در مصدر امور بودن در تمام این سالها، چه اصلاح طلب چه اصولگرا، اینها مگر بیرون از نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی بودن؟ اینها خود نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی بودن. آقای روحانی مگر سوابقش رو نگاه بکنید، مجبورم تصحیحتون بکنم. عرضم این نبود که حالا نیروهای امنیتی رو تقویت میکنه، عرضم این بود که نگاه این نگاه امنیتی هم مختص جمهوری اسلامی نیست. در پاریس هم که بمبگذاری میشه، نگاه امنیتی تری شکل میگیره نسبت به جامعه، نسبت به کشور. ایشون اومد گفت من سرهنگ نیستم، حقوقدانم. خب وقتی که حقوقدان، میخوام بگم تفاوتش برای مردم چیه، ما باید اونو ببینیم دیگه. خروجیش و ماحصل کار رو باید ببینیم دیگه. ولی هر کسی هر اسمی برای خودش میتونه بگذاره. خب در وقتی که آقای حقوقدان رئیس جمهوری شد، در یک تظاهرات که انکار نشده، به هر حال حداقلش اینه که سازمان‌های با اسم و رسم حداقل 304 جان باخته، بر اساس برخی گزارش‌ها 1500 جان باخته. وزیر کشور همین رئیس جمهوری که حقوقدان بود گفت ما فقط به سر شلیک نکردیم، به پا هم شلیک می‌کردیم. خب من می‌خوام ببینم که از این نگاه امنیتی‌تر اگر کسی دیگه متوجه شد، آیا اجازه بدید مشکل هست. تحلیل شما این است، پاشنه آشیل تحلیل شما این است که در یک بحث عرصه روابط بین‌الملل مکررن با گزاره‌های سیاست داخلی دارید شما که شون میکنید اینجا بحثو. این اتفاق نه، من که نکه شون شما گفتید نگاه امنیتی میشه در اجازه داخل شما اجازه بفرمایید. این رخداد، من از ابتدا توضیحی که دادم این بود، این رخداد در محیط بین الملل صورت گرفته. عرصه محیط بین الملل عرصه بازیگری و کنشگری دولت ها هست. محیط بین الملل مبتنی بر هیرارشی هست، مبتنی بر آنارشی هست. از 1920 بدین سو یک نظم و نسق شکل گرفته. الان یک رفتار نامشروع از طرف دولت متخاصم در قبال دولت ایران که حالا جمهوری اسلامی رفتارش غلطه، در قبال شهروندان خودش خشن، سرکوبگر، بحث دیگریه، ولی در حال حاضر نماینده نیشن استیت، دولت ملت ایران، این دولت هست. شما که اینقدر دولت متخاصم میکنید، بابا اگر دولت متخاصمی بیاد بزنه یک شهروند رو بکشه، اونقدر عجیب غریب نیست که یک حکومتی بره شهروندان خودش رو بکشه، حکومتی بره شهروندان خودش رو بازداشت بکنه، به گروگان بگیره و بعد باج بخواد که اونها رو آزاد بکنه. این رو چرا شما این ور ماجرا رو نمیبینید؟ چشم ببینید ور ماجرا رو هم نمیشنوم. ابتدا حتی وسط جمله به جمله، برای اینکه دقیقاً تحت همین اتهام مدرس قرار نگیرم، من گفتم که داره سرکوب میکنه در قبال شهروندان خودش، در قبال شهروندان. شما میخواهید بگید در عرصه روابط بین الملل اونجوری دارید باش تو برمید؟ بله سرکوب آقای برزگر اجازه میدید. زمانی در مثالی که شما گفتید اتفاق میفته که جمهوری اسلامی بره یکی مثلا چه میدونم همون اتفاقی که مثلا دیروز آمریکا آمد تحریمای کتسا رو اعمال کرد در قبال صنایع نظامی ترکیه، فلمثل جمهوری اسلامی بره در صنایع نظامی ترکیه خرابکاری بکنه، این اسمش ترور. به مفاهیم رو اشتباه به کار نبرید. اون چیزی که شما میگید تروره، با ترور دولتی دو تا مفهوم متفاوته. ترور محسن فخری زاده به یک معنا هم پرده رو انداخت، به این معنا که برای
هواداران طرفداران پروپا قرص آیت الله خامنه ای این سوال ایجاد شد که ما در جنگ هستیم پس همونجوری که خود شما میگی، ولی ما چه جوابی داریم به اینجور چیزها بدیم؟ خیلی از مقامات فرماندهان اومدن گفتن ما حتی هیچ کس رو دستگیر نکردیم و هیچ جوابی هم نداریم براش، و شاید اون مصاحبه مجلس هم در واقع در همین فضا شکل گرفت. حالا که نمیتونیم جواب بدیم پس بریم یه مصاحبه بگذرونیم. آیا این آقای خامنه‌ای رو در شرایط بسیار دشوار و از نظر خیلی ها میشه گفت ضعیفی قرار نمیده که شما به گفته خودتون در جنگ هستی، طرف میاد میزنه، جواب هم نمیتونی بدی؟ چه جور جوابی دادی؟ یه هواپیمای خطوط هوایی اوکراین رو انداختی که شهروندان خودمون رو از بین برد. در خارج از ایرانم من که برای این برنامه دنبال می‌کردم واکنش‌ها رو ببینم، یه واکنش جالب دیدم از مانیتورینگ بی بی سی، این گرفته شد و ترجمه شد. یه ستون نویس نشریه الایام فلسطینی‌ها که در رام الله منتشر میشه گفت که آها ایران حتما الان میاد میگه در موقع مناسب جواب میدیم و این موقع مناسب کم کم فراموش میشه و چه بسا به خودشون هم یه ضربه‌ای بزنن، یه هواپیمای دیگه مسافری بندازن. این نشانه ضعف آیت الله خامنه‌ای خواهد بود دیگه. شمایی که میگی در جنگ هستیم در جنگ هستیم، ضربه کاری خوردی، چه جوابی دادی؟ بسیار، من دوباره برمیگردم بس. این جنگ در محیط بین الملل داره اتفاق میفته. افکار عمومیه آقای، افکار عمومی فارغ از این تقسیم بندی به نظر من تصنعی که ایجاد میشه که بله سطح بین المللی یک چیز، سطح ادامه اون جنگ در سطح بین المللی در خیابانهای تهرانه، در افکار عمومی چه تصویری از آیت الله خامنه‌ای از جمهوری اسلامی وجود میاد؟ من گمان میکنم که بالعکس این تصویری که آقا ما در حال جنگ هستیم با تجربه اون بدنه آماده بسیج سیاسی، آماده در واقع خشونتگرایی، آماده رفتارهای قانونگریزانه، اون بدنه اتفاقا بیشتر بسیج میشه، عصبیت بیشتری به خرج میده، شهیدسازی میشه. شما باید برگرد به گفتمان تشیع در اون کانتکس شیعی، مظلومیت، خون ریختن، خون ریخته شدن، اینا که باعث بسیج اجتماعی بیشتر اینها میشه، باعث عصبیت بیشتر اینها میشه. از فردا بذارید من یک مثال بزنم. بعد از جنبش سبز قاضی دادگاه انقلابی که من رو محاکمه میکرد، بی ربط است ولی شاید بد نباشه برای فهم بس، میگفت که من برای اینکه عصبیتم رو در قبال شماها از دست ندم هر روز میشینم و فیلم های روز اعتراضات عاشورا رو میبینم که عصبیتم رو در بازیابم. این مظلومیت اینها رو عصبیت بیشتری براشون ایجاد میکنه و اتفاقا رهاورد این عصبیت اگر در سیاست خارجی خودش رو نتونه نشون بده، یعنی زورشون نرسه در سیاست خارجی، در سیاست داخلی با توحش بیشتری ظهور و بروز پیدا میکنه. و این وسط اتفاقی که افتاده آقای برزگر، نه برای من و شمایی که خارج از محیط ایران هستیم، برای هموطن تحریم زده طبقه متوسط، تحریم زده در واقع فرودست شده، سرکوب شده و تحت فشاری اتفاق میفته که نه تنها مطالبات دموکراتیکش رقم نخورده، بلکه در واقع در زندگی روزمره خودش هم با فشار و سرکوب روزافزون. خب این تصویری که شما دوست دارید از تحولات داخل ایران ارائه بکنید، اون چیزی که ما میبینیم این نیست. ما اون تصویری که شما آبان 98 رو داریم، نه دیگه، اعتراضات دیما 96 از آبان 98 طبقه متوسط اومد و اجازه بدید یا در ایران شهر اتفاق افتاد. اجازه بدید گوش کنم. ببینید در هر حال میخوام بگم که خیلی متفاوته. این آیا منظور شما این است که این تصور که در داخل ایران جنبش مدنی، جنبش آزادی خواه ضعیفتر میشه، بیشتر سرکوب میشه و توان حرکت نخواهد داشت و عاملیت انسان ایرانی برای اعتراضات میخواهد رفت، این تصویر اشتباهی است؟ به نظر من 100% اشتباهه. در گذشته هم این وجود داشته و حداقلش اینه که جمهوری اسلامی لااقل صلاحیت این نوع اعتراضات رو نداره، یعنی صلاحیت اعتراض به ترور داره که خودش عامل اصلی ترور و ترویج ترور در فارغ از اون آقای چون خود بحث این که جمهوری اسلامی چیه بحث اینجا نیست. صلاحیت اعتراض میخوام بگم اگه اعتراضی به این ترورها میکنه
اگر بحث مداخله خارجی باشه، ببینید خود رهبران انقلاب 57 اینها در اون زمان کمک می‌گرفتن، مگر رادیو بغداد نبود؟ مگر این کارا رو نمی‌کرد؟ مگر از لیبی قذافی، مگر کشورهای دیگه مگر نمی‌گرفتن؟ در لبنان نبودن؟ این حمایت‌های خارجی بود. منظور از این مقایسه چیه؟ آیا منظور اینه که اونهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن میتونن ترور فخری زاده رو کمکی به خودشون ببینن؟ نه، من میخوام بگم این چیزی که ایشون صحبت میکنه از این که یک خارجی این سطح بین الملل اون دنبال منافع خودشه، این یک بحث انتزاعیه، در واقعیت این نیست. من یک مثال برای شما میزنم. ببینید، فرض کنید در یک خونه یک ناپدری داره فرزندان اون خونه رو میزنه، هر شب میزنه، شلاقشون میزنه، خونینشون میکنه. همسایه متوجه میشه، میاد مداخله میکنه و اینها رو از چنگال این میکشه بیرون. به این حتی میان میگن که این مسئولیت اجتماعی داره، آفرین بر تو که این کارو کردی. این نهادهای حقوق بشری، نهادهای بین المللی، خب اینها هم هستن دیگه. شما فقط چسبیدید به اسرائیل. جامعه جهانی وقتی صحبت میکنیم مجموعه از اینهاست. بله، دنبال منافع خودشون هم هستن، ولی چرا باید منافع ایران اینقدر در تضاد با همه منافع دیگر کشورها قرار بگیره؟ این چرایی یک سوال مهمه. و همین همبستگی انسانی، اگر میبینند که فرض کنید که مثلا فرض کنید که اگر روح الله زم ترور میشه و بعد میگن آقا دیگه مذاکره اقتصادی با جمهوری اسلامی نکنید، این یک رفتار تعهدمندانه است. بنابراین اینجوری نیستش که ما بگیم در عرصه بین المللی بین بازیگران دولتی اتفاق میفته. این نیست. میدونید در گذشته در عمل هم اتفاق افتاده. آقای وزیر، این در عمل این نه دیگه نیستش. اجازه بدید، اینکه یک رخداد در واقع مغایر موازین حقوق بشری محکوم بشه، در مقام واکنش فیلمثل یک فروم اقتصادی لغو بشه، قابل مقایسه با این نیست که طرف بره وسط کشور ما یک شهروند ایران رو بزنه بکشه و ترور بکنه. اجازه من میگم شما به همین قاطعیت من... بله بله، من به همون قاطعیت هم ترور رو هم محکوم میکنم. شما به راحتی تریبون هایی که بنده دارم رو میتونید ببینید، کما اینکه بنده هم صفحات مجازی شما رو میبینم. اما آقای کریمی، یک توضیح بدم. ببینید، دوران طلایی جنبش‌های اجتماعی در ایران، دوران طلایی عملیات انسان ایرانی برای تغییر سرنوشت خودش، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، انواع و اقسام جنبش‌های اجتماعی، چه دوره‌ای بود آقای برزگر؟ من فکر می‌کنم شما ایران نبودید اون مقطع. دوره دوم آقای خاتمی، دوره دوم خاتمی، یعنی عصر اتفاقا تنش زدایی با جهان، عصری که دولت ایران رابطه حسنه ای با جهان داشت، عصری هم بود از سوی دیگر که در عرصه سیاست داخلی درخشان ترین مقطع جنبش اجتماعی رقم خورد. جنبش زنان هنوزم که هنوزه داره از میراث اوایل دهه 80 تغذیه میکنه، جنبش دانشجویی از میراث دهه 80 امروز اپوزیسیون ایران داره از میراث جنبش دانشجویی دهه 80 در طیفهای مختلف، جمهوری خواه، مشروطه خواه، غیر ذالک داره تغذیه میکنه. بنابراین زمانی جنبش اجتماعی و اون ایجنسی ایرانی، اون عملیات ایرانی در واقع مؤثر هست که یک محیط مساعدی در داخل کشور، یک محیط حقوقی و آرامی شکل بگیره که این مستلزم در واقع فضای آرام در روابط بین الملل هم هست. با فشار دولت خارج شما نمیتونید در داخل وضعیت دموکراتیک رو شکل بدید. اجازه آقای برزگر، این پلاکارد مشهوری که گفته شد در پلاکارد مشهوری که یا بنر پارچه‌ای مشهوری که گفته شد در یکی از خیابون‌های تهران روی یک پل عابر پرچم اسرائیل، بله بله، این برای خیلی دردناک بود، به این معنا که یک انسان ایرانی که به گفته ایشون باید عملیات داشته باشه و خودش رو توانا برای تغییر بشه، فارغ از این که میکنه یا نمیکنه، فارغ از اینکه توانا هست یا نیست، تصور از خودش، منظورم اینه کسی که اینقدر تصورش از خودش تصور ناتوانی باشه که بیاد پرچم یک کشور خارجی رو نصب کنه و در فهوا این پیام رو بده که خیلی ممنون اسرائیل، فارغ از اینکه اسرائیل کرده یا نکرده، این واقعا برای خیلی تأسف بار نیست؟ چرا، ببینید تردید نیست که به هر حال این غرور ملی
هر شهروندی رو میتونه جریحه‌دار بکنه، ولی ما باید ببینیم این واکنش در واقع واکنش به کدوم کنشه. این رو اسرائیل ایجاد نکرده، این رو جمهوری اسلامی ایجاد کرده. بسیاری از شهروندان ایرانی به همون مثال ناپدری و زدن خشونت علی فرزندان، یادتون بیاد، بسیاری از شهروندان ایرانی امروز جمهوری اسلامی رو به مثابه یک حکومت اشغالگر خارجی میبینن، یعنی اینقدر بین خودشون فاصله میبینن. و از روی استیصال و ناچاری، از روی اینکه در واقع شدت سرکوب اینقدر بوده که هیچ کدوم از این جنبش‌ها نتونستن در واقع ریشه بگیرن و فعال باقی بمونن، خب در واقع ناگزیرند که نگاه بکنن به اینکه حالا چه اوباما باشه چه ترامپ باشه، مگر در دوران اوباما در جنبش 88 مگر شعار ندادن خواستار مداخله و حمایت اوباما شدن؟ همونطور هم در دوران ترامپ، در دوران بایدن هم این اتفاق افتاد. مداخله داریم تا مداخله. همین رو میخوام بگم. مداخله به شکلی که اوباما با مداخله به این شکل در خیابون‌های مملکتی یک، ببینید این اینا خیلی فرق داره. 100 درصد. ایشون میگه مداخله، بعد تلویحاً داره از ترور دولتی در واقع دفاع میکنه. نمیشه من نمیدونم شما دارید دفاع میکنید. من از ترور دولت دفاع میکنم. بله، برای اینکه من ترور دولتی رو در اون چیزی میبینم که علیه زم اتفاق میفته، علیه مسعود موسوی مولوی اتفاق میفته، من اون رو ترور دولتی میبینم. من متاسفم که یک جنگ اجازه میدید چون از شما شروع کردیم، اجازه بدید ایشون خاتمه بدن. من متاسفم و شگفت زدم که در واقع اون چیزی که شما میگید ترور دولتی نیست، غیر قانونی هست، غیر اخلاقی هست، ناقض حقوق بشر هست، ولی ترور دولتی آقای برزگر تعریف دیگری داره. به لحاظ حقوقی بایستی برگردیم به اون نکته‌ای که ایشون در ابتدای همین نوبت آخر صحبتاش گفت. عملیات کش نه سیاست‌های یک دولت خارجی بلکه سیاست‌های خود جمهوری اسلامیه، یعنی خود جمهوری اسلامی انسان ایرانی رو اینجا کشونده که نمیتونه تغییر بده اوضاع رو. من باور ندارم که اون پرچم، نصب اون پرچم کار یک شهروند شریف ایرانی بوده باشه و به هیچ عنوان نمیخوام این رو بپذیرم که یک ایرانی به این نقطه رسیده باشه که از بابت کشته شدن. منظورتون چیه؟ تحلیلتون چیه پس از اینکه میتوانه همون در واقع ایجنسی اسرائیل که رفته کشته میتونه، یا هر ایجنسی خارجی دیگری که این ترور رو رقم زده، میتونه اون پرچم رو هم نصب کرده باشه. این ادامه اونه، بخشی از دیپلماسی عمومی شه. یعنی در ادامه ترور یعنی شما انکار میکنید که هستن کسانی در داخل ایران که اینقدر مستأصل شدن که هستند. اما لزوما اون رو من معتقدم که و قبول دارید که اینها رو ناشریف هم نمیشه شمرد، یعنی میتونه اثر استیصال کسی که شما از عملیات شهروند ایرانی دفاع میخواید کسی که عملیات خودش رو به نفع عملیات تروریستی یک دولت اجنبی، دولت بیگانه در واقع کنار بگذاره، من این رو با کمال پوزش شریف نمیدونم. خیلی ممنونم. ممنون از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه جمشید برزگر و پیمان عارف. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر می‌کنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه‌ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی‌تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکست رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. روز و شب بر همه شما خوش.